ایرانی ها فکر میکنن آمریکایی ها خیلی بیبندوبارن. بیبندوبار هستن یا نیستن؟ نه بیبندوبار بندوباری رو از سگیر چی تعریف کنیم؟ ما توی ایران صحبت یه آقایی رو که توی جمعی با چهار تا دور خانم هستن یه خورده چه میدونم صمیمی باهاشون میشه میگن آن یه آدم بی‌بندوباریه، ولی اینجا اصلا تعاریف فرق میکنه. چه میدونم این که مثلا چه میدونم توی ایران طرف با یکی دوست بشه، یه آقایی با یه خانمی دوست بشه آدم بی‌بندوباریه، اگه تا دو تاش دوست بشه دیگه خیلی دیگه آدم بی‌بندوبارتریه. ولی خب اینجا تا میدونم طرف میرن با هم دیگه ازدواج که نمی کنن، با هم میرن تو خونه زندگی میکنن، سه تا چهار تا بچه هم میارن، 60 سالشون هم میشه، بعد هنوز هم ازدواج نکردن مثلا. آره خب اینا جز فرهنگشون، به نظر من نمیشه گفت بی‌بندوبارن، شاید هم خیلی چیزترن به نسبت ماها، حتی مقیدترن به همین چیزی که دارن بیشتر پابندن، برخلاف ایرانی ها که مثلا میگه آقا طرف ازدواج کرده، طرف میگن یه دونه زن داره چهار تا دوست دختر هم داره. منتها مراتب اینجا اگر طرف واقعا با کسی هم هست، حالا من هیچ موقع درگیرش نبودم ولی حداقل حسم اینه، چون اصلا تعریفی که خودمون داریم سیستمش خیلی ساده تره توی اینجا واسه یه چه میدونم کسی که نخواد زندگی آره بکنه، یعنی جدا با هم دیگه اگه از این تعارفات اینجوری ندارن که لزوماً باید حتما بمونم از یه بود بقول پریسه صبح طرف ها میشه میگه حالا من نمیدونم. نه خب راحت جدا شدنشون مثل ایران اینقدر سخت نیست پروسه جدا شدن، با قدر همین به نظر مثلا خیانت نیست توی روابط توی ایران مثلا بیبندوباری توی خیابون بگیم نحوه پوشش یه نوع بیبندوباری باشه واسه مثلا ایرانی هایی که هره. نگاه میکنن، ولی خب در حالی که نه توی این فرهنگ نحوه پوشش من برای بی‌بندوباری نیست، احساس میکنم تفاوت های فرهنگیه. آره تفاوت های فرهنگی. حالا درسته که نحوه پوشش متفاوته با اون چیزی که توی ایران هست، ولی حداقل به نظر من اصلا همچین چیزی نیست. اینجا انقدر کلیسا میبینی که شاید فکر کنم چندین برابر تعداد امامزاده های توی ایران باشه، و تا هم به آمریکا یا نزدیک میشی، حالا اونایی که مثلا مذهبیان خیلی دوست دارن که مثلا تو رو به دین خودشون سوق بدن، و یعنی اینجوریه خیلی آدمای خانواده محوری هستن، یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا اون بی‌بندوباری و اون چیزی که حالا شاید تا حدی بشه توی اروپا یه سری از کشورهای اروپایی دید توی امریکا اینطوری نیست. نظر شما همینه؟ درسته. آمریکا یا یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیاست از نظر مسیحیت، و اینجوری که ما خیال میکردیم فیلم های هالیوودشون که نشون میده که اینا همدیگر بوس میکنن توی تلویزیون، بی‌بندوباری نیست که خیال میکنید میان اینجا و این خبرها هست، اونایی که فکر میکنن و اینجا هم مثل ایرانه و خیلی هم بعض وقتا خیلی هم سرسخت گرد بستگی به شعبه مسیحیت شونه. حالا یه چیزی من اضافه کنم خسرو، این که خیلی همه زوایا رو پوشش بده، این که آزادی هست ولی اکثر مردمش انتخاب نکردن که بی‌بندوبار باشن، یعنی شما بخوای کارهایی که از نظر ما تو فرهنگ ما بی‌بندوباری و بد و پذیرفته نیست حداقل تو کالچر ایرانی ها، آزادن اگر بخوان انجام بدن، ولی اکثرا ترجیح میدن به خانوادهشون بیشتر توی بنیان خانوادهشون باشن و حداقل یه درصد بالایشون سعی میکنن که از این داستان دور باشن، ولی قانون بهشون اجازه میده اگر بخوان اون طور خلافش هم رفتار بکنن کار رو انجام بدن، هرچند توی چارچوب قانون. و نکته بعدی هم اینه که قانون خیلی سفت و سخته، هیچ شوخی با قانون نمیشه کرد، شما کوچکترین خلاف با ماشینت بکنی $300 جریمه میشی، تقریبا 1/5 درآمد ماهه، بعد
به فرض قوانین مشروب خوردن رو زیر پا بذاری، مست پشت فرمون بشینی، یه بلای سرت میارن که دیگه تقریبا زندگی آیندت از بین میره و برای همیشه تو رکوردت میمونه. بنابراین یا قانونی نیست یا اگر هست خیلی سفت و سخت اجرا میشه، مردم هم فالو میکنن و در این حال هم اکثر مردمش از آزادی که دارن سوء استفاده نمیکنن. تو کلام تو از نظر مثلا اونایی که الکل میخورن و قانون رو میشکنن، اگه دو مرتبه شکستی اصلا کارم بعض وقت نمیتونن بهت بدن، نمیذارن خونه میخوای اجاره کنی، این کارا بکنی، اینا علیهتون حساب میشه. آره. ولی آقا خسرو یه نکته ای هست، اونم اینه که اکثر بچه‌هایی که از ایران میان تحصیل کردن و من فکر میکنم اینجور موارد خیلی کم اتفاق میفته بین بچه‌هایی که از ایران میان. فقط درسته، ولی بعضی ایرانی ها که میان اینجا، شما خوب هستین که ما اینجور که ما این شما رو میشناسیم، ولی بعضی هستن و قانون شکنن، خیال میکنن هر کار میتونن بکنن و اینجا قانون داره و 1,200,000 تا زندانی داره و اینا آسون برات نمیگیرن اگه بخوای بیای اینجا و قانون رو بشکنی، اون وقت از اینجا هم بیرونتون میکنن. این که خیلی مهمه که مواظب باشین وقت میان آمریکا شلو اینا نباشید، باید خودتون رو بگیرین. یک کشور آزادیه ولی باید مواظب باشید، یک کشور آزادیه ولی باید مواظب باشید. اینا باید حواسشون باشه، نه اینکه اضافی بخورن، نه اینکه الکل بخورن اینا و تصادف بکنن و اینجور چیزها، یا که یک نفر بکشن، چون دیگه زندگیشون تمومه اینجا، زندانش همیشه دیگه تو جناییشون میمونه. یکی این که خدا نکرده با کسانی دخترایی برن که بد باشن یا سنشون پایین باشه، اینا اینجا قانونایی دارن که میتونن بذارن عکستون تو اینترنت برای همیشه همه دنیا میبینن که چیکار کردی و اگه گناهی کردی باشی. اینا اینه که اینا رو باید مواظب باش وقتی من ایران. من حتی دوستم که مثلا بود میگفتش که برای سفارت که رفتی با حجاب رفتی یا بی حجاب، مثلا برشون تعریف شده بود که شاید اشکال داشته. حالا اینجوری هست، مثلا فکر میکنه که اگه کسی حجاب داشته باشه نمیتونه آمریکا زندگی کنه؟ نه اتفاقا خیلی راحته. من میگم یکی بچه‌ای که اینجا مهاجر هست یه مدتی رو اروپا زندگی میکرد و الان آمریکا هست، همین ایالت تکساس، و خیلی راضیه. میگفتش که اون نگاهایی که مثلا تو اروپا به آدم های مهاجر یا آدم های مذهبی دارن اصلا اینجا نیست، چون اینجا خب دیگه همه مهاجر از ملیت‌های مختلف، اصلا سخت نیست. ولی شاید از بیرون ایرانی که هستن فکر میکنن که وقتی میای آمریکا باید خودتو با اون فرهنگ بخوری، در حالی که نه، وقتی وارد میشی میبینی خیلی آزاده، هر کی با همون شرایطی که بوده. I think my advice to any Iranian student coming here is to remember that maybe the things that they hear in their country about America aren't always going to be what they find here. We do have a lot of traditional cultural Middle Eastern people who live in the United States already. There are actually a lot of American Muslims who wear the traditional clothing, so it's not as uncommon as they might think before they get here. حتی ما توی دانشکدمون خیلی مثلا توی مقطع اندرگراجویت چیز داریم عرب، این از کشور عربی اومدن، یعنی همه محجبه و خیلی هم راحت دارن زندگی میکنن. Hello. Hello. What is your name? My name is Sindesa Subhi. Where are you from? I'm from Oman. How long have you been here? 1 year and something. Okay. Mm-hmm. So are you undergrad or grad student? I am an undergraduate student. Okay. Mm-hmm. So are you, how do you like being here? It's a wonderful place. Everything is all right. Mm-hmm. Mm-hmm. I like it so far. So, do you advise to other female students from other countries who have a scarf to come here? Yes, of course, I advise them to come here. Everything is all right here, and people are so friendly. So, how Americans treat you? Great way. Okay, so you don't have any problem at all. یعنی آمریکا از این لحاظ خیلی خوبه، اینکه
تفاوت فرهنگی، مذهبی، عقاید به چشم نمیاد. نمیدونم جز قوانینشون انگار احترام به عقاید متفاوت. پس اینکه کسی بخواد بره سفارت به خاطر سفارت نگران حجابش باشه، این نیه همچین چیزی؟ نه نیست. اونجا من خودم با حجاب رفتم واسه مصاحبه. Are you comfortable here wearing a scarf? Yes. And have you ever had any mistreatment from others? No, they respect our religion and they are very friendly. آمریکا خوبیش مهمه که از تمام مردم دنیا تشکیل شده. کشور آمریکا حدود 55% دیگه یا سیاه یا مکزیکی و اینا هست. اینا همه سفید دیگه نیستن. طوری نیست که مثل آلمان و اروپا اذیتتون بشه. اینجا که اذیتت نمی‌کنن. بگون آدمای بسیار خوبی هستن آمریکایی‌ها. من آخه آمریکایی اینجا به چه معنایی؟ اینا کشور آمریکایی رو اکثرا دارن مهاجرا می‌سازن. از جای مختلف میان. تو بگی دیگه دو ساعت میخوای بگی بگو. من نمیگم. Have you ever had any Muslim friends? Yes, yes. How do you find them? Like, how they were for you? They're fine. I mean, good people. I mean, they're most of the time, their religion never even came into play. I didn't even know that they were religious until a certain point, until just some, maybe most of the time it was some sort of religious holiday or something like that, that I would, they would be gone. I'd be like, oh, where are they at? And they're like, oh, they're celebrating this, and be, oh, okay. So, but I mean, I get along with anybody, really, so okay. doesn't quite matter about their religion to me. That would be my biggest piece of advice, is just to get to know a variety of Americans and other cultures, and know that our government is not us. Good point. Mm-hmm. And do you have any particular advice to those traditional Iranians, smart girls, I mean, mm-hmm. who have hijab, mm-hmm. and they are concerned mm-hmm. if they are accepted in mm-hmm. American society mm-hmm. or not? I think they need to be very proud of their culture and not to feel bad about doing that here, but to also be wary that there are going to be people that might discriminate against them because of that. Most good people won't do that. They'll get to know them easier. You know, we have a lot of different cultural kind of things that go on in the different areas of the United States because it is so large. آمریکایی‌ها 90%شون خوبن، 10%شون prejudice هستن. Prejudice یعنی چی؟ متأسفانه که علیه خارجی هستن، ولی جمعیتشون هی کمتر میشه. Do you have any advice for Iranian students who are really who they have really desire to come here and study? I think it's smart. I think it's smart that U.S. universities are accepting Iranian students. I wish there was more, because I think that's an opportunity for Americans to communicate directly with young people from Iran who I think have hopes and aspirations, dreams, just like any other person. And they can see that, they would see these students then, I think, this interchange that takes place between Iranian students and American students and professors and so on. Out of that comes an understanding that we're not that much different and that we have much more in common than we have issues that divide us. And so I think it's really a healthy development, and I hope it continues.